شکار. آغاز مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در ژنو. سلام به همه برا بچه های مجمع موشکافی. بالاخره اولاقچی و باقی اعضای دیپلماسی اولاقی نظام رفتن فیس تو فیس پنج به علاوه یک نشستن تا یه مذاکره دیگه به کلکسیون مذاکراتشون اضافه بشه. بعدم همین یارو اولاقچی نفس نفس زنان اومد بیرون تا طرح نظامش رو اینطوری شفاف سازی کنه. کلیات این طرح ارائه شد. این طرح شامل هدف هست، هدف مشترکی که باید تعریف بشه و گام اول و گام آخر، گام پایانی و مشخصاتی که هر کدوم از این گام ها دارن و جدول زمانی که باید روی اون کار بکنه و جزئیات بسیار بیشتری که میتونم عرض بکنم که محرمانه هست و در جلسه هم تصمیم بر این گرفته شد که کماکان محرمانه باقی بمونه تا وقتی که یک توافق روی اون صورت بگیره و همین این نشون دهنده جدیت طرف مقابل بود از این جهت که چون با پیشنهادات جدی واقعی متوازن مواجه شده بودند. محرمانه کدومه؟ بالاخره زهر رو بالا انداختی یا نه؟ ببین ماست موسی، زهر رو شاید بتونی محرمانه سر بکشی، اما آثارش نمیتونی محرمانه نگه داری. رنگ رخسار سیدلی و تلو تلو خوردنش همه چی رو لو میده. بعدم تازه کدوم پیشنهاد واقعی متوازن؟ لااقل قبل از رفتن تو مذاکره یه نگاهی به کیهان ولی فقیه مینداختی. برای دقایقی خود را جای رصدگران اطلاعاتی در آمریکا و غرب بگذارید. ناگهان میبینید در میان طیفی از مطبوعات ایران موجی درباره لزوم مذاکره با آمریکا راه میافتد. این رفتار بخوانید خودزنی علامت مهمی در آن سوی مرز هاست و بوی تند کم آوردن می دهد. البته در این میان می توان و باید میان کارگردان زنجیره این سناریو و با دیگر به ظاهر نقش اول آن به لحاظ انگیزه و اهداف فاصله گذاری کرد، اما در نتایج ماجرا هیچ فرقی حاصل نمی شود و آن گلیست که سیاستمدار به ظاهر زیرک در بدترین زمان به دروازه دولت و ملت زده است. من موشکافو بگو که سوالم شده بود این شیخ فری چرا شب مذاکره بلند شده رفته دانشگاه؟ پس نگو میخواسته به دروازه ولایت گل بزنه. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان. خب بابا گل زدی به دروازه خودی، دارن واسه کف میزنن دیگه، نزنن؟ خیلی دیگه جای کف نیست الان. چیه؟ دوست داری مثل رسالت سیخ و سنبه بهت بزنن؟ خالی کردن مشت کشور در شب مذاکره با پنج به علاوه یک چه معنایی میتواند داشته باشد؟ بر اساس کدام یک از اصول مسلم تأمین منافع ملی باید به طرف غربی تفهیم کرد که تحریم ها اثرگذار بوده است؟ آقا رو میپرسی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ خب معلومه دیگه، کارگردان سریال جام زهر یعنی اکبر هیچکاک داره به نقش اول فیلمش یعنی شیخ حسن دلون میگه که ببین این حرفا رو بزن که جاده بغل تو بغل شدن با شیطان بزرگ صافتر بشه. بی خود که اسم تهرمونو نذاشتیم افقهای تازه. آره ماستخیا رو کوسه چیده، میخوای محرمانه بخور میخوای تو علم، در هر حال یا دهن صاف میشه یا دوم به تو میچینن. دوره ملا دیگه آخر
شده شیخ ترور وارسن تر شده سیدلی کف کرده سر دراهی بد بوده حالش حالا بدتر شده غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو هاشمی از عاقبتش ترسیده ماست و خیار و جام زهرو چیده سیدلی جای این کلب تر کنه منقل و بمبو هستن و چسبیده غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو شو مهمون بکنم من میخوام عزبارو داغون بکنم ریخته شو دوندون بکنم بابر و بچ نگامش و قیمه بادم چون بکنم به صف مشت و سیلی فیسه شو مهمون بکنم غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو غنی کنه بمبشو صاف میکنه فکشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو موسیقی